سلام علیکم. بهشت و جهنم در همین کره زمین هست؟ بحث بهشت و جهنم، اول بهشت، ما بهشت دنیایی داریم، بهشت برزخی داریم و بهشت خلد داریم که در روز قیامت. در مورد بهشت خلد که این سوال هم در همون رابطه با بهشت خلد، نظرات مختلفی هست، هرچند اجماع شاید اکثر دانشمندان اسلامی به اینه که بهشت خلق شده، الان بهشت موجوده. اما خب بعضی از دانشمندان و علما و بزرگان هستند که قائلن که بهشت هنوز خلق نشده، مثلا سید مرتضی، سید رضی، اینها قائل به اینن که بهشت هنوز، بهشت و جهنم هنوز خلق نشده. اما خب اونچه که اجماع هست و همه تقریبا میشه گفت دانشمندان به او معتقدن اینه که بهشت و جهنم خلق شده. حتی در اهل تسنن هم کسانی هستن که قائلن که خلق نشده، اما خب اکثریت قائل به خلق بحب. خلق شده، همین الان هم موجوده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو چندین مورد اونجا بردن نشون دادن و در آسمان هفتمه. در آسمان هاست، حالا روایات مختلفی اشاره شده، در آسمان هاست بهشت، بهشت خلد. اما بهشت دنیایی، انسان بهشتش میتونه از دنیا، بهشت میتونه برای انسان شروع بشه. افرادی که در صراط مستقیم حرکت کنند، افرادی که از گناه و معاصی پروردگار دوری کنند، بهشتشون از همین دنیا شروع میشه، به معنای وفور نعمات خدای تعالی به اونها و زندگیشون. خب سوال پیش میاد، خب فلان گناهکار داره با وفور نعمت زندگی میکنه، با رفاه داره زندگی میکنه، آیا بهشتش شروع شده؟ بله، به خاطر اینکه روایت داریم، نه به خاطر گناهکاریش. ما روایت داریم که به هر حال افراد گناهکار هم کارهای خوبی انجام دادن که مستحق تشکر خدای تعالی هستن و خدای تعالی بعضی رو حالا به هر دلیلی در همین دنیا تسویه حساب میکنه. یعنی این آقا، این خانم به واسطه فلان کار خوبش، حالا این اصلا این گناهکاره، خیلی گناه داره، اما خب این کار خوب رو کرده، کار خوب بزرگی هم بوده. خدای تعالی عادله، خدای تعالی مهربانه، این رو باید جبران کنه. حالا به هر دلیلی که نمیخوام باز کنم، چون اگه باز کنم باید توضیح زیاد بدم، خدای تعالی در دنیا میخواد جبران کنه، در همین دنیا جبرانش میکنه، وفور نعمت بهش میده تا بعدن بی حساب بشه. اما علی کل حال، بعضی وقتی در صراط مستقیم حرکت کنند، وقتی از گناه و معاصی دوری کنند، خدای تعالی بهشتشون رو از همین دنیا به معنای وفور نعمت در دنیا براشون، آرامش روحی و روانی. اینها کسانی که بهشتشون از دنیا، یعنی در همین دنیا دارن در بهشت زندگی میکنن، از دنیا که رفتن در بهشت برزخی، یعنی در مکانی که باز اون در روایات اشاره شده، مثلا در آسمان چهارم یا در ملکوت، حالا روایتش مفصله، من حالا فقط این سوال رو میخوام جواب بدم، در اون قسمت‌هایی که حالا آسمان چهارم یا بعضی از قسمت‌های کره زمین که در بعد ملکوتی سرشار از نعمت‌های مختلف خدای تعالی است، اینها اونجا در عالم برزخ که خیلی هم طول میکشه، به هر حال باید صبر کنیم تا عمر حیات این دوره از بشریت به اتمام برسه، در اونجا نگهداری میشن و بعد اینها منتقل میشن به بهشت خلد برای همیشه الالعبد، در اون بهشت خواهند بود.